پسر جذب با یه ریش مشتی، صبح زار شب میزنه قرم سبزی، اینه که دل بنی پیرنه هوایی، دلارم میلرزونه بابا تا کجایی، از دهش هستی قشت و پنجی، اسمشو میدونیم پس با من بگی. سلام به ملت شریف ایران، سلامی چو بوی خوش آشنایی، در این هوای موهنایی من و مادر بزرگ و پدر بزرگ با شمایی. حالا اول بگم که پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیز من اومدن پشت صحنه کمکم کنن، اینقدر با مهر و محبتن چون دیدن من دنبال کسی هستم اومدن اینجا کمکم کنن. قرصاشون هم دادم خوردم، مادرم هم اجازه بدین یه کاغذ بهم داده، اینه همه قرصاشون اینجا نوشتن. به هر حال خب باید بگم دیگه، مثلا اوله بابا بزرگ من ساعت 11 قرص شاشبند داره، اینو میخوره که شب خرابکاری نکنه. مادر بزرگم هم بله، مادر بزرگم قرص یائسگی زودرس داره. مادر بزرگ من توی 102 سالگی هنوز یائسه نشده، دکترا و فامیل دست به دست هم دادن مثلا یه کاری کنن این یائسه بشه. به خدا پدر بزرگ من دیگه اصلا جون نداره. مورد دوم این که شاید بگین چرا برنامه رو با شعر بوی خوش آشنایی شروع کردم، ببینید چرا. سلامی چو بوی خوش آشنایی به بینندگان خوبه شبکه ورزش تماشایی و رویایی. میخواییم قهرمان جام بشویم با یه تیم خوب فوتبالی ایرانی. بله، با مهدی توتونچی و همه بچه های شبکه ورزش و من جواد خیابانی. عزیز ایشالله استاد خیابانی حافظ زمانه و مولانای ایران زمین از خود شعر گفته. این مرد چقدر طنازه، یعنی اینقدر که این طنازه طنازه طباطبایی طناز نیست. این مرد واقعا تو هر رشته یه دستی داره، ترجمه زمان جملات هشریشتری، الان هم که مافیا و چه میدونم گزارشگری و شعرم که دیگه ترکون. یه کاری کرد که بوستان و گلستان دیگه برگ ندارن، برگاشون ریخته، اصلا چیزی اصلا تو اون بوستان و گلستان اصلا باقی نمونده، همه گلاش خوش شده. آقا اگه اینجوریه که بیا برو ای گدای مسکین سر چار راه بشین گدایی کن، که تو این کوچه کسی دنگ نمیده چه برسه به گدا کمک کنن. حافظا خوبه این یا اینجا رو داشته باشی. ای که توی همه کسم بی تو میگیره کمرم، اگه تو رو داشته باشم به قرار اول خونه میرسم. خوبه ادبیات ایرانو میخوایم براتون یه تن نابود کنم یا نه؟ مجری کنار جواد خیابانی رو شما ببینین داره میترکه از خنده. جدی اینا که کنار خیابانی برنامه اجرا میکنن چه جوری جلو خندشون رو میگیرن؟ آمپولی چیزی میزنید؟ بوتاکس کردید نکنه نامردا؟ بعد خوب شد گفتم الان بوتاکس یاد این شعر خوب از شاعر عزیز کشورمون افتادم که میفرماید اون دوتا مست چشات منو خوابم میکنه، چیپس و ماسموسیر لبات هی خرابم میکنه. اینجا شاعر گویا با خیابانی نشستن داشتن عرق میخوردن. از خودم در آورده برای اینو. بعد استادم یه جوری آخرش میگه از خودم در آوردم اینو، انگار ما بین سعدی و خیام دو به شک بودیم. داداش خب میذاشیم ما یکم سرچ کنیم ببینیم شعر واسه کیه. سری گفتی شوکه شدم من، به خدا جدی ازت انتظار نداشتم واسه خودت باشه. به خدا اجازه بدیم. الو جانم، مادرم، قربونت برم، سلامی چوبوی ریدن چرا؟ چی شده؟ کی ریده؟ آه پوشک بابا بزرگ چه کنم؟ مگه پوشک میکنیدش اینو؟ بی اختیاری داره ای بابا، به خدا من خودم هم بی اختیاری دارم. نه آخه توی برگه چیزی ننوشته بودی در این مورد. مامان بزرگ خب عادت داره آب دهن بندازه رو همه چیز. آخه چرا؟ به خدا دیر شده دیگه، الان اینا اینجان. به خدا نه. خب اگه سالم برنگردونمشون منو میبرید خانه سالمندان؟ من چرا آخه؟ به خدا زورتون فقط به من میرسه. باشه مادر جان تو نگران نباش. اگه الو الو ای داد بیداد، به خدا قطع کرد، چیکار دارن میکنن؟ خوب شد مادرم زنگ زد. یه خبر ببینید در مورد مادر خوب آقای قلعه‌نویی مربی تیم ملی فوتبال غیر مردمی کشورمون، گفتن گلر خوب از پدر و مادر خوب بهتر است. راست میگه، من خودم یه مدت گلر خوب داشتم، صبحونه درست میکرد، شام و نهار درست میکرد، بعضی وقتا هم توی جیبم پول میذاشت، وقتی مرد 2000 متری برام توی شمال به ارث گذاشت. واقعا مصرف شیشه واقعا داره کشور رو از هم جرواجر میکنه. گلر خوب از پدر و مادر بهتره، دفاع خوب از دوست پسر بهتره. جدی جدی، ولی واقعا این بهتره ها. یعنی اگه یه دفاع خوب داشته باشی بهتر از دوست پسره، کسی که هی بهت حمله کنه.
اینجوری باشه خب یه تکل میزنه جلوشو میگیره دیگه، ولی هیچ مهاجم خوبی مثل دوست پسر نیست. دوست پسر یه جوری حمله میکنه به قصد روده و معده و اینا که اصلا جا داره اینجا از شاعر عزیزمون این شعر رو بگم براتون. سلامی چو بوی خوش آشنایی که دوست پسرت میخواد برود برای لنگ و پاچه. نقا بی ادب نش، خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم واقعا. نه یعنی من اینو نگفتم، این شعر رو فکر کنم یکی از شعرهای قرن هفتم میلادی گفته، من خودم واقعا توی کتاب خونده بودم، من اینقدر بی ادب نیستم. هر جا کتاب این شاعر رو پیدا کردید آتیش بزنید، خواهش میکنم. حالا این قلعه نوعی بنده خدا یه چیزی خواسته بگه دیگه، در واقع به پدر مادر خودشو، پدر مادر کل کشور توهین کرده. شما فکر کن که چه میدونم بابات بیرانوند باشه، فکر کن یکی با اون دماغ تو خونتون باشه، این توهین به مهندسیه که خونه رو ساخته. ولی بعدم نیست دیگه، هم پدرته هم مادرته، یعنی شیر میده بهت، کار میکنه، نارنگی میخره برات، هر جام پول کم بیارن واسه حواله ماشین جلوی بقیه خم میشن و به بچهای مردم خیانت میکنن، اونجوری پول در میارن. پدر دلسوز و مادر مهربان منی. حالا کاری به گلر ندارم، من دنبال دوست دختر خوب و شوگر مامی خوبم. چی بگیریم آقای قلعه‌نویی؟ هافبک خوبه؟ یه هافبک که دنگ کافه میده خودت واسه ما جور کن. یه هافبک دفاعی بگیرم به خود بهتره، هر جا هر کی بهم حمله کنه میندازم جلو اونو بزنه. حالا باز این خوبه، کیروش هم خارجی بود دیگه، اونم کلی پول میگرفت، اونم یادم گفت من بابای همتونم، بیشورون دیگه هیچ چیز سرش نمیشه. آقا از همه چیز گفتیم، حیف از گلابی نگیم. منظورم میوه گلابی نیستا، عطاری نیست که، نمیخوام در مورد خواص گلابی و اینا براتون توضیح بدم. در مورد استاد بزرگ گزارشگری ایران آقای گلابی دارم حرف میزنم. رقیب سرسخت خیابانی هستن ایشون. این کلا توی یه لیگ دیگه داره گزارشگری میکنه. یه چیزایی میدونه وزارت اطلاعات نمیدونه. یه بار یه چیزی از زندگی یه بازیکن گفته بود خودش نمیدونست. واقعا ببینین الان چه حماسه ای آفریده. سید مهدی طهماسبی مهاجم تیم شاهین در این مسابقه نتونست کار خاصی رو انجام بده و محمد ابراهیمی رو تعویض کرد. سید مهدی در بازی با انزلی دو گل زد و دبل کرده بود و شاهین هم نتیجه رو 2-1 برده بود. سید مهدی طهماسبی 8 تا دایی داره که همه بدنساز هستن، 2 تا عمو داره و 7 تا عمه، یه برادرم داره که 32 سالش و 6 بار از بانک وام گرفته و 4 تا چکش هم برگشت خورد. امیدواریم که در آینده شرایط چک برگشتی های برادرش خوب بشه و مشکل خاصی براش پیش نیاد. در این مسابقه هم کاملا ناموفق ظاهر شد سید مهدی طهماسبی. سر آدم گیج میره از این همه اطلاعات. سید مهدی طهماسبی شجرنامه عجیبی داره. 6 تا دایی داره، 4 تا عمو داره، 7 تا عمه داره. بابا ولمون کن، شما چرا انقدر زیادین؟ به خدا اینا رو از کجا میدونی آخه تو لعنتی؟ یارو خودش تعداد عمه و داییشو نمیدونه. همشون هم بدنسازن گویا. اسم باشگاهشون هم میگفتی. به خدا اگه خواستیم بریم شهر استخدام کنی، خب میرفتیم از فامیلای این سید مهدی انتخاب میکردیم دیگه. یه داداش 32 سالم داره که چند بار از بانک وام گرفته، چکاش برگشت خورده. آبروی یه خاندان و سر یه گزارش به باد فنا داد. دم آبر بانک هم بری دیگه دستگاه بهت پول نمیده آقای طهماسبی. جدی این چجوری هنوز سالمه؟ این اطلاعاتو میده کسی واقعا نمیفته دنبالش؟ آمار عمه طرفو به تماشاچی داد. سابقه بانکی داداش طرفم که کف دست ملت دیگه، آبرو شرفی نذاشته واسه طرف. اینا رو من فکر کنم یعنی یه جوریه، یعنی یکی چه میدونم خیری چیزی پیدا میکنن، پول میدن، دنگ میگیرن، از این کارا میکنن که این حرفا رو میزنه. من فکر میکنم از طریق گزارشگری دلالی هم میکنه، یعنی بهش گفتن آقا ما یه گاو بهت میگیم تو اینا رو بگی. جدی دارم، این اصلا منطقی نیست. اون سری یه چیزایی در مورد اون مربیه میگفت، یعنی لوله‌کش خونه‌شو میشناخت. اگه این آدم گلابی رو میگم گزارشگر محل ما بود و همچین چیزایی در مورد من میگفت توی تلویزیون، با ویلچر از روش که نه، یعنی با ویلچر میرفتم توش. جدی دارم میگم. حالا یه شعرم داریم در مورد این مرد که میفرماید من و گلابی و سید مهدی طهماسبی، سلامی چو بوی خوش آشنایی، داداشت قسط بانکو نداده با داییات باشگاهی، برو عمهاتو بردار بیار ما دم نمایشگاهی. اینو از طرف جواد خیابانی تقدیم میکنم به این خانواده عجیب و غریب. از طرفی هم خواستم به این گلابی بگم که پرو نشه، هنوز گزارشگر پرهاشیه اول ایران خیابانیه. هر کاری کنی یه چیز جدید رو میکنه، فردا یهو چه میدونم میاد خواننده میشه، پشمای جهانیان گره میخوره. در حدش نیستی دیگه، همون عمو و دایی و چه میدونم اینو اونو حفظ کن بگو، ولی تو محدوده خیابانی پیدات نشه. خلاصه اینکه خیابانی اصلا تو یک مادر بزرگ داره چیکار میکنه؟ قربونت برم. نه چای نبات چرا؟ به خدا من رو ویلچر نیستم، شوخی بود. قطع نخاخه اصلا با چای نبات خوب نمیشه. میشه؟ عجب. به خدا یه دونه قبل برنامه گفت بخور چای نبات واسه دل رودت خوبه. من گفتم دل رودم خوبه، به زور گفت بخور.
من نمیدونم ول کن مادرج بزرگ، قربونت برم، بشین عزیزم. یه بار پام شکسته بود برام چای نبات آورده بود، میگه بخور خوب میشی، گوششون هم سنگینه نمیشنون. شنیدین؟ جدی شنیدین اینو؟ پس هرچی من دارم داد میزنم چرا نمیشنوین؟ یعنی الان نشنیدین؟ الان چی؟ الان آخه من عجبا، ای بابا شما میگین گوشاتون ضعیفه، وقتی من آروم حرف میزنم میشنوین، وقتی بلند داد میزنم نمیشنوین. عجب وضعیتی شده. آقا بریم یه خبر ورزشی خارجی هم ببینیم. به هر حال خب مخاطب خارجی هم زیاد داریم دیگه، همتون میدونین همه ایرانی نیستن که. در سراسر جهان ما بیننده داریم، توتی و گربه و اینا همه هستن دیگه. ایشون لوبریکانت چیز نه ببخشید نمیدونم این ورزشکاره واقعا اسمش سخته نمیتونم بخونم، لوبرکون نه نمیدونم یه همچه چیزیه، حالا هرچی مهم نیست واقعا. این ورزشکار برزیلی رزمیکار گفته که من هر روز شاش خودم رو میخورم و برایم حکم یک داروی طبیعی را دارد. چقدر آدم های عجیب و غریب پیدا میشن تو این دنیا. اولا آقا که دارو رو هر وقت مریض میشن میخورن، تو وقتی صبح به صبح ناشتا داری شاش خودتو میخوری اصلا معتاد شاش شدی، بدبخت کم آوردی یه سر بیا پیش خودم نمیذارم نسخی بکشی. بعدم فاز نصیحت برداشته، گفته هر کس شاش خودش رو سر بکشد سیستم ایمنی بدنش تامین میشه. تو با این استعدادت بیا ایران از این پیجا بزن مردم رو نصیحت کن، بگو اینو بخورید اونو بخورید، نمیدونم اینا، کلی هم فالوور پیدا میکنی. به خدا یه پیج بزن توی ایران، هزار تا مثل تو داریم دیگه، هی فیلم میذارن اینستا، کلی هم طرفدار دارن. الکی هم وقت خودتو با هنرهای رزمی تلف نکن، تازه تو برزیل هم زندگی میکنه، یکی تو اون کشور میشه نیمار، یکی هم میشه این. البته نیمار هم هیچی نشده دیگه، اومدم یه دفاعی بکنم از اون کشور آخرشو خراب کردم نمیدونم. حالا این برزیل بود، ما توی ایران یه سری آدم داریم ما بهشون میگیم مسئول، اونا هر روز دارن گوه میخورن، سیستم ایمنی بدنشون عالیه، سالهاست که یکیشون نمرده، یعنی جون سگ دارن، هفت جون دارن. به نظرم تو هم یه مدت گوخوری کن، انشالله سیستم ایمنی بدنت خیلی قوی میشه، انشالله میاریمت ایران، میبریمت چه میدونم رئیس شاشکده ورزشت میکنیم، یه کاریش میکنیم، یه پستی چیزی بهت میدیم، نگران نباش. آقا من یه اجازه بدید من چک کنم ببینم این پدر بزرگ مادر بزرگم. بله برای مادر بزرگ نوشتن که دندون مصنوعی های مادر بزرگ ضد عفونی شود. آقا واقعا خیلی دنگ و فنگ دارن این پدر بزرگ و مادر بزرگ ها. اجازه بدیم ببینم واسه پدر بزرگ چی نوشته. ای داد بیداد، برای احترام به مقام والتر خود اینجا رو مقام والای پدر، باید پدر بزرگ رو هر شب ساعت 10 و 10 دقیقه کول شود و از پله ها پایین و بالا برده شود. آخه یعنی از پله بالا پایین نوریمشون احترام نمیشه؟ به خدا دیوونم کردن. شما یه چیزی ببینید من اینا رو پدر بزرگ داری چیکار نکن زشته بکش بالا. ایداد بیداد تو رو خدا نگاه کن. به به سلامی چو بوی چوس آشنایی چیز بوی خوش آشنایی که چون دنگ کافه شود ناشتایی. من و مادر بزرگ و پدر بزرگ و این پایه دوربین چهارتایی در خدمت شما هستیم. و خب دیگه میدونین دیگه امروز خیلی خیابانی و شاعرم. یکی از قسمت های محبوب برنامه همین برنامه پزشکی و چه میدونم تخصصی قرمه سبزیه دیگه. بارها آمارهای جهانی بهمون رسیده و میگه که این برنامه دکتری که ما میذاریم و اینا مشاوره میدیم آمار خوشبختی و کیفیت قرمه سبزی رو در جهان برده بالا. مورد داشتیم با شوهرش قرمه سبزی خوبی نداشتن، میخواستن جدا بشن. بعد از دیدن این برنامه الان روی دیگش یه وجب روغن جمع میشه، الان 3 تا شکم هم زاییده. مادر شوهر و پدر شوهرش هی از سوراخ‌های ارتباطی به من پیام میدن میگن بسه، به خدا اینا دارن خودشونو بیچاره میکنن. من تا پای جان به این برنامه ادامه میدم که همه شما زندگی پر قرمه سبزی خوبی داشته باشید. آقا بریم سراغ مریضای بدحالمون. واقعا خیلی جانم چی میگه پدر بزرگ؟ نه عزیزم نه قربونت برم، قرمه سبزی چیه؟ شما فقط دیگه سوپ و شله زرد. بله ولش کن خودتو درگیر قرمه سبزی نکن، تو این سن به خدا کار دست خودت میدی، کنجکاو دیگه باید چیکار. نه شما قرمه سبزیاتو خوردی که من اینجا مثل اسب اینجا ایستادم دیگه، برو قربونت برم بشین عزیز دلم. قبلا به سوالات شوگردادی و بابا شکری اینا جواب دادیم، ولی الان چون مشکل اصلی جوانان در کشور همین شیرینی‌جاته میخوام بازم بهش بپردازم. سامان پرسیده از کجا میشه شوگرمامی دست دوم ولی تمیز و کار کرده پیدا کرد. چه سوال خوبی هم کرده. ببین قربونت برم شوگرمامی اکثرا دست دومه، اینا هم آکبند ندارن، قبلا در جوانی اینا رو آنباکس کردن، اینا الان خودشون دوره میچرخن همه رو دارن آنباکس میکنن، ولی تر و تمیزش هم توی بازار کم انصافا. یعنی باید بگردی ببریش کارشناس رنگ و اینا که مثلا ببینه طرف موتوری سالمه یا نه، چون اینا اکثرا سنا بالاست موتوری از کار افتاده.
ولی خب دوستام هنوز میگن یه سری بدون رنگ و موتوری سالم توی بازار هست که اونم میفته دست این پسر خوشتیپ و پولدارا دیگه. واسه شوگر ددی هم همینه، شوگر ددی سالم اکثرا نیست. اینا خب به هر حال سلامتشون هم مهم نیست دیگه، همین که پول خرج کنن بس. مثلا مورد داشتیم که بدنه چند لکه رنگ داشته، شاسی خورده بوده، با عصا داشته راه میرفته، موتوری که تعطیل، یعنی جرثقیل هم میزدی زیرش، پمپ هم کار میذاشتی راه نمیافتاد، کاپوت جلو که اصلا از کار افتاده بوده، قشنگ تا موتور جمع شده بوده، ولی پول خرج میکرده، یعنی شکر کامل بوده لعنتی. جدیدن هم یه بازاری را افتاده به اسم بازار بابا شکری و مامان شیرینی، دست دوم اینا رو اونجا میفروشه. تو این سایت ها هم میذارن واسه واگذاری، چه میدونم عکس کفش میذارن، نوشته بودن چه میدونم جلوش تنگه پشتش گشاده، همچین چیزی. ولی به نظر من دنبال یکی همسن خودتون باشین که وقتی قرمه سبزی میخورید مزه گوشت همچین چیز. نه چی بود؟ بله دوم برین. بله منظورم اینه که بتونین با هم زندگیتون رو بسازین. به خدا خیلی حرف باشه سر ما زیاده، هی میگن برنامه محتوای خوبی نداره. بیا الان چیکار کردم من؟ بنیان شوگر ددی و شوگر مامی رو از هم پاشوندم، ترویج عشق دادم به همه جوان. که همانا میفرماید سلامی چو بوی خوش آشنایی، جوانان و قرمه سبزی و میرزا قاسمی، من و مامان بزرگ و بابا بزرگ و این میز و آقا دایی. اصلا زشت شد، نمیدونم. خب حالا عیب نداره، اجازه بدیم بریم آقا این بحث شوگر ددی رو ادامه بدیم، بریم سوالای بعدی و مریضای بعدی رو هم ببینیم. عاطفه پرسیده چرا شوگر ددی ها با شوگر مامی ها نمیرن توی رابطه. خب عزیزم شوگر ددی که خودش پول داره دیگه، شوگر مامی هم که خودش پول داره، اینجوری آخه پول تو پول میشه، کسی کاری نمیکنه. فکر کن یارو بزنه میگه من پول میدم قرمه بزنیم، اون میگه من خودم پول بهت میدم، گم شو برو بیرون. قدرت پول شما دست کم نگیرید. بعد اینا با هم نمیسازن اکثرا، خب چون دنبال کیس جوون و چه میدونم اینان دیگه، کیس پیر که ریخته واسه اینا. اینا میخوان یکی رو پیدا کنن، خودشون آنباکس کنن، لذت ببرن، عشق کنن. آخرین باری که یه شوگر مامی با یه شوگر ددی رفت توی رابطه، فرداش رفتن توی خونهشون، دیدن اینا زیر خروارها پول خفه شدن، یا کلکل شده بوده دیگه. این گفته من میخرمت، اون گفته من میخرمت، همینجوری قیمتو بردن بالا، هی پول ریختن رو هم، یهو خفه شدن اون زیر. خطرناکه. شوگرها خواهش میکنن با هم نرین توی رابطه. بعدم به نظرم پولدارا با فقیرا برن توی رابطه، یکم این پول تو جامعه بچرخه. بابا چیه هی پولدار با پولدار میره توی رابطه، فقیرم با فقیر. پولدارا همه سوئیس مسافرتن، فقیرا توی فلافلی دارن سس خردر میزنن روی ساندویچ. واقعا اصلا ناجوره. خدا خیرتون بده شوگرا، یه کمکی هم به این فقیرا کنید. دمتون گرم. زود جواب میدم به سوالات بیشتر که برای مریضا واقعا توی صفن دیگه. آقا بریم مریض بعدی رو ببینیم. مهسا میگه من نمیتونم شوگر ددی پیدا کنم، ژلم زدم، بوتاکس هم کردم، غیر و عدا هم دارم، ولی نیست لامصب. ببین تو 2 گرم دیگه پلاستیک به خودت بزنی، پلاستیک فروشی های سراسر کشور میافتن دنبال جای آفتابه بفروشنه. البته خب این چیزا رو شوگر ددی ها دوست دارن ها، ولی خب زیاده روی نکنید. یارو مثلا شما رو توی خیابون میبینه اصلا نمیفهمه آدمی، میگه این زنبیل پلاستیکی که اینجا گذاشته. بعد اینکه به شانس هم هست، یعنی طرف شبیه سینک آشپزخونه است، یهو میبینی شوگر پیدا کرده، یارو نصف ایرانو میخره براش، ولی یکی رو میبینی داف 27 نایی است، شوگر پیدا نمیکنه. همینجوری دیگه، شانسیه. اگه شانستون مثل شانس منه که ریدم توش. شوگرها سلیقه های مختلفی دارن دیگه، یکی از این نچرالا خوشش میاد، یکی پلاستیکی دوست داره، اینا دستبندی های مختلفی دارن، باید بری بگردی تو دستبندی خودت یکی رو گیر بیاری. معمولا شوگر پلاستیکی پسندا توی این مغازه‌های پلاستیک فروشی گیر میان، اینا لای قفسه چه میدونم نمکدون و قاشق شنگال پلاستیکی و اینا همش اونجان دیگه، اونجا دارن میچرن. شوگر ددی نچرال دوست هم خب همش شمالن، لای طبیعت و درخت و اینا. من خودم چند وقت پیش یه شوگر مامی دیدم بالای درخت بود تو جنگل، گفتم مادر جان بیا پایین، میافتی زمین خورد میشی به خدا، گرگام دیگه نمیخورنت اونجوری. ولی میتونی یه کاری کنی، بری توی خیابون وایسی بگی مستقیم، بعد منتظر پیرمرد پولدارا بمونی که بیان سوارت کنن. به خدا تو جایی نرو، تو خونه بمون چون اصلا شانس نداری. بعد خب این اکثر این شوگر ددی ها مثل اکثر ما مردای غیور درونگران دیگه، یعنی اکثرا درون دوست دارن چیز نه، یعنی منظورم اینه که درون خانه هستن. میخواستم اینو بگم، زیاد بیرون نمیان. شما طرح خانه به خانه رو شروع کن به نظر من، انشالله که جواب میده. برو بالا شهر در بزن، هر پیرمردی دیدی همونجا خفتش کن. یهو نرید چه میدونم پیرمرد اشتباهی خفت کنیدا، یهو مثلا طرف سکته کنه بیفته رو دستتون، مراقب باشین. فاطمه نوشته مدیرمون مجرد فوق العاده است، چطور به لحاظ عاطفی وابستش کنم؟ ببین ما عاطفی ماطفی نمیفهمیم چیه. وابسته میخوای بکنی راهش یه چیز دیگه است. ما سری وابسته میشیم، هی وا میشیم، هی بسته میشیم. اگه میخوای وابسته کنی باید هی وابسته کنی، یعنی از قدیم گفتن وا کردن وابستگی میاره دیگه. ولی یه سری راهکارم داره. مدیرتون اگه مجرد احتمالاً تن نداده به ازدواج، پس ازدواج نمیکنه باهات.
ولی اگه میخوای واقعا مخشو بزنی خیلی راحته، خودتو چوس کن، هی ایراد بگیر، هی غور بزن، وحشی بازی در بیار، سگ باش سر کار، بهش محل نده. چه میدونم این پیجای اینستا هست اینجوری راهکار میدن، چه میدونم یه کاری میکنن که دختره یه جوری برخورد میکنه پسر اصلا کلا فرار میکنه. این کارا رو نکن، والا خیلی معقول و خوش سر زبون و باحال باشین خودش میاد دیگه. یعنی اگر شما رو دوست داشته باشه میاد جلو دیگه، یعنی دو قدم میاد جلو. هر وقت اومد جلو بدون خوشش اومده، اگر رفت عقب بدون خوشش نیومده دیگه. به خدا خیلی ما مردا ساده ایم. برای اولین بار در تاریخ یه دختر از یه پسر خوشش اومده، پسر آمار نمیده. معمولا برعکسه دیگه، اگه اون پسر آمار نمیده شاید آمارش خرابه، اصلا کار نمیکنه، آمارش از کار افتاده، مثل این پدر بزرگ من دیگه. نه قربونت برم، آخه چجوری شنیدی تو؟ فوش نده جلو مخاطب. قربونت برم پدر بزرگ جان، بشین بشین عزیز دلم. آقا سال آخرم جواب بدیم تموم بشه بره، خیلی پشت در منتظرم من بهشون آمپول بزنم. همه این محل عاشق آمپول زدن منن، میگن دکتر خیلی خوب آمپول میزنی، اصلا هم نمیگی شل کن. برای خب من سبک خودم رو دارم دیگه. سوال اینه، گفته من کیومرث هستم، از هر کی خوشم میاد یا نمیشه یا دیگه نمیبینمش. خب عزیزم سر میدون ولیعصر از یکی خوشت میاد اون سال یه بارم از اونجا رد نمیشه دیگه، خب معلومه دیگه هر روز اونجا نمیبینیش. از آبرای پیاده خوشت میاد باید همونجا بری تو کارش، وگرنه دیگه اصلا نمیبینیش. یا نمیشه یعنی چی؟ نمیدونم، یعنی کاری میکنی که نمیشه. خب ببین اصلا زیپت باز نیست، چون امکان داره زیپت باز باشه دیگه. طرف به خودش میگه این زیپ خودشو نمیتونه ببنده، چه جوری میخواد زیپ منو باز کنه؟ اینا دختران دیگه حساسن رو این چیزا، زیپ خیلی برای ما دخترا ملاکه. کیومرثا که کلا اینجوریان، یعنی من اگه خودم دختر بودم هیچ وقت با کیومرثا وارد رابطه نمیشد، به خدا روم نمیشد جلوی دوستان معرفیش کنم. جمشیدام همینطور. شما رو معرفی میکنم به این دختره که از مدیرشون خوشش اومده، تو برو یه کاری کن مدیره با این دوست بشه، اونم قول میده دوستاشو بیاره برات، تو شما با هم دوست بکنه دیگه. به نظرم این واقعا منطقیه، اصولا انگار دنیا با این قضیه درگیره. من خودم از هر کی خوشم میاد به شکل عجیبی فرار میکنه. مثلا به دختره دیروز توی مترو گفتم من از شما خوشم میاد، برگشت داد زد وای گوریل، فرار کرد. واسه ما پسرای خوشتی به خود از این چیزا زیاد پیش میاد. چی شده پدر بزرگ چیکار میکنی؟ چی؟ ماساژ پروستات بدم من؟ نه نکن تو رو قرآن، نه قرص فقط من میدم، من ماساژ پروستات چیه؟ بذار مادر بزرگت دقل انجام بده. به خدا دیوونم کردن اینا. شما یه میان پروستات ببینی چیز، یه به میان برنامه چیزی ببینی تا من ببینم چیکار کنم برای اینا. به قسمت پایانی برنامه رسیدیم، ولی همچنان سلامی چو بوی بوس آشنایی من و این دیوار و اون چای نبات کاشانی. ببخشید دیگه واقعا سعی میکنم اینجوری قافیه رو بسازم. استاد خیابانی هم قافیه کم آورده بود، منم که دیگه واقعا چیزی نیستم در برابر ایشون. آقا بریم سراغ خبرها که تشنه های خبر و پدرها دست به کنترل نشستن ببینن جاسوسای ما این هفته چیکار کردن. اول بریم سراغ همین تلویزیون ایران. در حالی که توی خیابون دخترای مردم و ماشینای مردم و اینا به خاطر بی‌حجابی میگیرن و جریمه میکنن، توی تلویزیون کم کم مجریا دارن لخت میشن. اگه گفتید چرا؟ چون داریم به انتخابات نزدیک میشیم. هنوز با اینکه چند ماه مونده به انتخابات، مجری چادری تلویزیون که اینو شوهرش هم بدون چادر ندیده بود، توی تلویزیون یهو کت و دامن پوشید و اومد برنامه اجرا کرد. یعنی دو تا انتخابات دیگه رأی ندین، قول میدن تلویزیون انتخابات بعدی شو فیلم پرستار مهربون و لوله‌کش زحمتکش رو نشون بده که بیاید رأی بدید. منم از این به بعد توی برنامه نظرسنجی داشتم، برای اینکه رأی بدید لخت میام اجرا میکنم. البته خب یه بار لخت اومدم برنامه اجرا کردم، همه تو سوراخ‌های ارتباطی بهم پیام دادن که چقدر این لباس مشکی خوب بود، قشنگ بهت میومد. منتها خب نمیدونستن اینقدر پشم دارم که همه فکر میکردن ست مشکی پوشیدم. حالا کاری ندارم، میخوام بگم اگه میزان مشارکت ببینن نمیاد بالا، شب انتخابات مثلا اینجوری ممکنه بیان اجرا کنم با شورت و سوتیام. احتمال داره بعد و وعید انتخاباتی هم بدن، بگن حجاب رو آزاد میکنیم. من مطمئنم برای اینکه مردم برن رأی بدن همه کاری میکنن. حدس میزنم یکی میاد میگه انتقام خون بچهای مردم رو میگیریم. مردی که از کی میخوای انتقام بگیری؟ از خودت باید بگیری دیگه. سایت های فیلتر را رفع فیلتر میکنیم، عکس لخت مجریان را برای شما میفرستیم، وسط تهران دریا میزنیم، زن و مرد لخت برید چنا کنیم، استخرها را مختلط میکنیم. از این به بعد شما میتوانید پلیس را با تیر ساچمه ای بزنید. از اینا هر چی بگی بعید نیست، یعنی ناموس خودشون. الو جان گونی زده توی؟
نه به خود من در مورد ایران حرف نمیزنم که، در مورد پاکستان شیطان بزرگ دارم حرف میزنم. اولا که چقدر کار خوبی کردین، بمب زدین بهشون، دوتا هم به ترکیه و تاجیکستان و ارمنستان بزنید عالی میشه. نه بابا خصیص بازی در نیارین، بمب که هست دیگه بزنین دیگه. نه به خدا من اون کشورها رو دارم میگم، خدا رو شکر ما از این مشکلات نداریم، آزادی کامل داریم تو کشور، قربونت برم. نه داداش من خودم میرم توی گونی اگه بیاین دنبالم، فدا تو بشم، قربونت برم آقای گونی زاده، فدای تو. بله میگفتم واقعا پاکستان این کشور دیکتاتوری و باید رفتارشو درست کنه. من جدی حس میکنم اینا شبا مثلا میشینن میگن فردا چیکار کنیم یکم بخندیم. یکیشون گفته بذار موجی بی حجاب بفرستیم جلو دوربین. بعد شب اومدن دور هم جمع شدن گفتن عجب فیلمی هستیم ما. دیگه از عقل و شعور خارج واقعا نرک. الو گونی زاده، نه به خدا پاکستانو دارم میگم. بله بله پاکستانه. اوکی اوکی قربونت برم فدای تو. آقا عجب وضعیتی شده. آقا ما بریم سراغ خبر بعدی تا شهر نشده. من خودم آقا دم انتخابات جدی کت و دامن میپوشم، ولی این کارا دیگه نخنما شده. الان با بیکینی هم بیاد محمد خردادیانی برقصید و یکی از اینا بزنید رو هر صندوق رأی، بازم مردم نمیان، یعنی بازم فایده نداره. حالا بازم سلامی چو بوی زیر بغل آشنایی من و شما و زندایی و گربه های خوزستان. این یه مرد خوزستانی بوده چند تا گربه داشته، بعد از چند وقت گویا توی خونهش فوت میکنه میمیره، گربه های قد شناسم سری یارو رو میخورن. دو روز بعد مردم میرسن میبینن گربه ها همه پیرمرد بیچاره رو خوردن. حالا دیدین چرا اینا رو میرزن تو کالباس؟ فکر کن بابا یهو بیاد داداشو تو گاز بزنه بخوره، حقش نیست اینا رو بندازین تو کالباس یا نه؟ یه عمر بهش غذا بده، توی خونت نگهداری کن ازش، تا میافتی میمیری یهو میاد میگه میو میو گاز اولو میزنه. بعد این در حالی بوده که غذا داشتن، یعنی یارو براشون غذا ریخته بوده، هنوز غذا مونده بوده اونجا. البته خب من درک میکنم، منم خودم کسی رو دوست داشته باشم دوست دارم براش بخورم، یعنی منظورم اینه که دوست دارم بخورمش. مثلا میگن بیا بخورمت عشقما، این همونه دیگه. الان طرفدار گربه ها حمله میکنن میگن نه اون گربه ها دلایل خاص خودشونو داشتن. باشه بابا اصلا گربه ها درست میگن، ان شاءالله تو رو هم بخورن راحت بشیم از دست. زندگیشو به خاطر گربه به فنا داره میده. یه گربه داریدا، به خدا فیل داشتید چیکار میکردی؟ من خودم یه بار مردم، سگم تنفس مصنوعی بهم داد زندم کرد. دوستان در زندگی گربه نباشید، طول سگ باشید. با این نصیحت خردمندانه بریم سراغ خبر بعدی. بریم که الو مادرم، من سگتم، من گربتم جونم. خب بابا با کت و دامن رفته بیرون؟ دم انتخابات میدونم، دامن توری؟ ای بابا به خدا آبرو برامون نمونده تو محل. چرا جلوشو نگرفتی؟ خودت براش لاک صورتی زدی؟ ای داده بیداد چیکار داری میکنی زن؟ آخه این چه کاریه؟ نه چرا من سند بذارم موشنگی؟ چرا؟ ای بابا با دست چک اون رفته 3 میلیارد وام گرفته دامن توری خریده، چقدر گرون شده تو چیکار؟ تور ماهیگیری؟ مادر جان الو، به خدا به جنون رسیدم من از دست اینا. مادر بزرگ چیکار داریم؟ چای نبات؟ چرا به خدا این همه چای نبات؟ اصلا من این همه نبات شما از کجا میارید؟ مگه کارخونه نبات دارین؟ ایداد بیداد. آقا بریم سراغ خبر بعدی. اینم یکی از خبرهای هولناک ساله. بعد از اون خبر سنگ قبر آیفون، این زده تو دهن قبلیا. ببینید خواستنین سنگ قبر ایران که فقط دوتا ازش موجوده، یه کار فوق‌العاده با رنگ پرتقالی و خواسته مشاهده میکنید. این کار هیچ توضیحی نداره، شما خودتون از طریق فیلم میتونید ببینید که چقدر این کار زیبا و فوق‌العاده است. قیمت این سنگ مزار خاص ما گذاشتیم 247 میلیون تومان. اصلا اینکه سنگ قبر تبلیغ میکنن خیلی عجیبه برام، یعنی مثلا کسی خونه است بگه آخ 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 چه سنگ قبر خوشبر روی خوشم اومد، اینو بخرم گوشه خونه نگه دارم وقتی مردم بذارن رو قبرم. یا مثلا چه میدونم اینا که عزیزشون مرده یا میرن تو این پیجا میگردن میگن اوف جون عجب سنگ قبری، این خوراک پدر مادرمه، اینا رو باید بگیرم. خب میری همون کنار قبرستون یه سنگ قبر میگیری دیگه. بعد این خیلی جالبه، پرتقالیشو زدن، اتفاقا بدم نیست، ویتامین سی داره، توی فصل سرما محروم سرما نمیخوره ولی توی فصل گرما بو میگیره دیگه، این بدیشه. بعد اونجا خب سر خاک مرحومم هست، یهو شوهر احمد میاد اونجا، یهو مثلا قبرو فشار میدی آب پوست پرتقال میریزه تو چشم. من همینو توت فرنگیشو میخوام، تو رو خدا اگه دارید بگین واسه آشنا میخوام. حالا مثلا چه میدونم اومدیم یکی پرتقال دوست نداشت، خیار دوست داشت، میخواهید مثلا چیکار کنید؟ خیار اینا همینجوری بزنین رو سنگ قبر؟ خب زن مرحوم بشینه رو قبر که چیزه، اصلا حالا ولش کن نمیخوام ادامه بدم. من با زنم یه قبر دو نفره میخریم، یه سنگ قبر گوجه بادم جون میخوام سفارش بدیم، مردم بفهمن ما چه کثافت کاری توی زندگی مشترک با هم کردیم. بعد قیمت چجوری آخه شما حساب کردید اینقدر شده؟ مگه پرتقال کیلو چنده؟ گیریم شما 100 کیلو هم پرتقال زده باشین تو این میشه 2 میلیون، بقیهش مال چیه؟
مولتی ویتامین هم ریخته باشین توش اینقدر نمیشه دیگه. بعد سنگ قبر پرتقال اینه، سنگ قبر نارگیل ببینین چند در میاد. آقا واقعا نخواستیم، همون یه سنگ قبر پیاز به ما بدین بریم دیگه، میخوام ارزون در بیاد. بعد یه جوری هم میگه دو تا ازش موجوده، انگار مثلا 100 تا ازش موجود بود همشو میبردن. همین دوتا رو باقی کسی نمیخره، خود مردم کشور پرتغال اینقدر رو پرتغال تعصب ندارن که شما دارید. سلطان پرتغال ایران خودش سنگ قبر کیوی میخره. برو بابا. آقا بریم سراغ خبر بعدی، به خدا اینو دیوونم کردم. و اما خبر زیبای هفته، شهردار تهران گفته برای آلودگی تهران کارهایی کردیم که فراتر از تصورتان است. احمق، برای رفع آلودگی باید کارهایی میکردی، برای آلوده کردن که خب هر کاری بکنی فراتر از تصور ماست. حالا شاید منظورش هم همون بوده. مثلا چی کار کردید؟ صبح به صبح هماهنگ با کارمندای شهرداری فوت کردید مثلا هوای آلوده بره؟ اگه کاری کردید خب پس چرا اینقدر هوا آلوده است؟ نمیخواد حالا کارهای ماورایی بکنید، یه کار معمولی هم بکنید آلودگی مشکلش حل بشه، کافیه. قیافه رو تو رو خدا باز معلوم نیست چقدر پول خوردن به بهانه آلودگی. فکر کنم منظورش هم همونه، هر روز صبح دست و روی خود را با صابون شسته این. اینو به خدا فردا میگه. خانه را جارو برقی کشیدیم، به حمام رفتیم و واجبی را همه جای خود ریختیم. واقعا یه سری کارا کردین که از تصور ما خارجه، من دیگه اصلا تصور نمیخوام بکنم. اینا یه کار میکنن منتشو 30 سال سر مردم میذارن، اونم کاری که وظیفه شونه. بعد یارو میگه یه سری کارا کردیم، نمیگه چی. معلومه هیچ کاری نکردن. همینجوری هم اگه بهش بگی لیست بگو به خدا تشنج میکنه. آقا اگه اینجوریه که خب بیا، منم خیلی کارها کردم برای آلودگی. آقا هواشناسی هم نداریم، چون اصلا هوا نداریم، هوا آلوده است، نه بارون میاد نه برف میاد، فقط گربه میاد، میاد که بخورتش. دم خونه ما و تنازینا و هدیه تهرانی هم همش آلوده است، اصلا کلا نیاید اون سمتا. سوراخ‌های ارتباطی رو فراموش نکنید، یوتیوب من رو فراموش نکنید، حتما به اونجا سر بزنید، ویدیوها رو اونجا ببینید و اینکه سابسکرایب هم یادتون نره. خیلی خیلی مراقب خودتون باشین، قربونتون برم و خدا نگهدارتون.